درود به بینندگان عزیز تلویزیون شهر ما. در برنامه امروز در مورد پیاز صحبت میکنم. البته یادتون هست که چند برنامه قبل پیاز نصف کاره موند به اصطلاح، و در این برنامه بقیه خواص پیاز را در مورد صحبت میکنیم. یکی دیگه از خواص پیاز این هست که ضد بیماری سرطان هست و اونهایی که پیاز میخورند خیلی کمتر به سرطان مبتلا میشند. ضمناً پیاز اگر که با کته خورده بشه، یعنی با پلو بخورین این پیاز را، از به اصطلاح ویتامین B را جذب میکنه. یعنی در داخل برنج چیزی هست که از جذب ویتامین B جلوگیری میکنه، ولی اگر شما برنج رو با پیاز بخورین این ویتامین B جذب بدن میشه. و همونطوری که میدونین در کشور ما هم رایجه که معمولا پیاز را یا کته را با پیاز میخورن. پیاز ضمناً باعث طول عمر میشه و در کشور بلغارستان که اشخاص مثلا غذاشون بیشتر نون و پیاز هست میخورن، تعداد افراد 100 ساله در اون کشور بیشتر از بقیه کشور هاست. پیاز یک داروی خیلی خوبی برای بچه‌هایی هستن که دیر رشد میکنن و اونها اگه بهشون پیاز بدین رشدشون سریعتر میشه. پیاز حتی معالج بیماری عفونیه که برای ورم گلو، برونشیت و بیشتر ناراحتی های دستگاه تنفسی به کار میره. و حتی اگر که پیاز را، یعنی کسی که سرفه میزنه و ناراحتی های تنفسی داره، پیاز را میتونین به صورت درست، یعنی آبپز بکنین، نه که سرخ کنین، پیاز را آبپز بکنین. و پیاز آبپز را این اشخاص اگه بخورن مثلا گلو رو صاف میکنه و خیلی و حتی صدا را، صدای خسخس سینه رو برطرف میکنه. پیاز سموم بدن رو دفع میکنه. پیاز ضمناً چون دارای یود بسیار زیاد هست، برای اون اشخاصی که تایرویدشون بزرگ شده، بیماری گوات دارن به اصطلاح، تیرویدشون خوب کار نمیکنه، به غذای خیلی مفیدی هست. اونهایی که مبتلا حتی به تصلب شرائین هستند، رگاشون سفت شده، اگه پیاز بخورن رگا کم کم برمیگردن به حال اصلی. پیاز حتی درمان کننده ورم مثانه، پروستات و حتی روماتیسم هست. برای تمیز کردن بدن از سموم و اونایی که به اصطلاح بدنشون خوب کار نمیکنه، میتونین 200 گرم پیاز رو کاملا خرد بکنید و تا مثل پوره بشه، و اون رو با 100 گرم عسل مخلوط بکنید، مدت 2 روز تو یخچال اون رو بذارید و بعدش صاف کنید و هر صبح ناشتا یک فنجان از اون رو بخورید. برای اینکه پیاز زود هضم بشه و برای اونهایی که معده حساس دارن بتونن کاملا هضم بکنن و از خواص اون استفاده کنن، در موقع پختن پیاز یه مقداری شکر روی اون بریزید. این عمل هضم را جلو میندازه. برای از بین بردن جوشهای قرمزی که روی صورت هست و روی بدن حتی ظاهر میشه، میتونین پیاز رو تکه تکه کنین، تو سرکه بخوابونین و بعدا اون رو روی این جوشها بمالید. یک داروی خیلی خوبی برای اسهال این هست که شما از پوست پیاز استفاده کنین. یعنی بیان پوست پیاز را کاملا تمیز کنین و فقط پوستش رو بریزین توی آب جوش، بجوشونین را یه مدتی 10 دقیقه و بعدا اون رو توی کیسه بریزین، کاملا شیرش رو بگیرین و به شخصی که اسهال داره بدین بخوره و این اسهال رو کاملا برطرف میکنه. برای اونهایی که خسته هستن، صورتشون اصلا خسته است، بهتره که پیاز بخورن یا اینکه حتی پیاز رو روی صورتشون بمالن. اگه که پشه یا زنبور شما رو زده، بهتره که فقط پیاز رو نصفه کنید و اون رو روی پوستتون بمالید تا این ناراحتی برطرف بشه. برای درمان سوختگی میتونید پیاز رو له بکنید، کمی نمک به اون بزنید و روی محل سوختگی بریزید و این رو درد رو فوراً ساکت میکنه. برای اون که کورک و دمل به اصطلاح برسه، سر باز بکنه، پیاز رو بپزید و روی اونها بذارید. البته باز هم در مورد پیاز گفتنی بسیار هست، ولی متاسفانه وقت تموم شده. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم.